بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بله، دو سه روز پیش بند خدای اوهی که خیلی خودش هم تو ادبیات و این چیزا خیلی هم قویه، به من گفت که من تا حالا، میگفت فایده این بحث مجموع بیان، میگفت فایدهش اینه که میگفت تا حالا مجموع بیان رو میخوندم و فکر میکردم که میفهمم، حالا فقط نتیجه این بحث این شده که حالا فهمیدم که نه، نمیفهمیدم و اشتباه میکردم. سالا کتاب خیلی خوبیه انشاءالله، اینا خدا توفیق بده حدش رو بتونیم بخونیم. آیه 39 سوره بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. بل اللغتو، این بحث لغت، ای کاش مثلا مجموع بیان اینجا حالا این خوفی ها خالدون رو هم ای کاش توضیح میداد که نوعا کلمه خلود را تصور میکنن به معنی دائمی. من همین علامه طباطبایی رضوان الله علیه هم یه بار همینجا تو همین خیابون حجتیه بود، همینجا از خدمت علامه رضوان الله علیه سوال کردم، علامه فرمود که خلود به معنی دوام نیست بلکه به معنی مکس طویل. یعنی من خدمت علامه عرض کردم که آقا از یه طرف میدونیم شیعه مخلد در آتش نیست، از طرفی روایات میفرماید هر کس غیبت بکنه یا مثلا شرب خمر یا زنا و یا قرآن فرموده هر کس قتل نفس انجام بده مخلد در آتشه. حالا اگر یه شیعه ای آدم کشت مخلد در آتش میشه یا نه؟ علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمود که اون غیبت رو من نمیدونم، اما زنا و شرب خمر و قتل نفس رو فرمود اینا خلود داره، اما خلود به معنی مکس طویل نه به معنی دائمی. فرموش الله میگوید مثلا این کاششو این را مثلا بس میکرد خب خیلی خوب بود. پس وقتی میگیم کسی اولای که اصحاب النار خوفی ها خالدون، یعنی زیاد میمونند تو آتش، اما اگر جایی فرمود خالدین فی ها ابدا، یعنی این که همیشه میموند. اللغتو الکفر و تکذیب و لزم کفرو و کذبو. کفر و تکذیب قد مزا معناه ما فی ما تقدم ذکرو، قبلا معناش گفته شد. به آیاتنا، بل آیات جمع و آیه، و معنی آیت فی لغت العلامتو، آیات یعنی علامت ها. و من قوله تعالی ایدن لأولنا و آخرنا و آیتن منک. تو این آیه شریفه الان آیتن منک یعنی علامتن لإجابت که دعاءنا، چون تو آیه بود که اللهم رب انزل علینا من السماء ماء، اللهم ربنا انزل علینا مائدتا من السماء تکون لنا ایدن لأولنا و آخرنا. علامت پذیرفتن دعای ما. و کل آیت من کتاب الله علامتون، آیات قرآن رو هم که میگوییم آیات یعنی علامت ها. علامت چی؟ یعنی دلالتون علی مضمون فیها، یعنی اینا دلالت بر اون مضمون هایی میکنند. و قال ابو عبیده گفته معنی آیت، معنای آیه چیه؟ میگیم آیه خدا، آیه انها علامت لانقطاع الکلام الذی قبلها و انقطاعه من الذی بعدها. آیه یعنی نشانه که این کلام از ما قبل و ما بعد جداست.
دلیله. بعضی هم گفتن ان آیت القصت، ان آیت القصت و رسالت، و آیه به معنی داستان قصه. قال کعب بن زهیر، کعب بن زهیر گفته الا ابلغ هذا المعرز آیتا ایقظان قال القوم اذ قال عم حلم. آگاه باشید، ابلغ هذا المعرز، برسانید به این که نشان داده است، در معرض قرار داده است، برسانید به این، این پیغام را، این پیغام رو بهش برسونید که ایقظان قال القول از قال، آیا بیدار بود اون موقعی که حرفا رو میزد، ام حلم یا خواب بوده. الان تو این شعر اون آیتن یعنی رسالتن، ای رسالتن. و علا حضا بنابراین اگر آیه به معنی رسالت باشه، یکون و معنی الآیات، وقتی میگیم کذبو به آیات، کذبو به آیات یعنی القصص، یعنی قصص، ای قصتن تطلو قصتن. بله، بینید این قصص که میگیم قصص فارسی ها، بل آیات اگر که به معنی آیه، آیم یعنی قصه، جمعش میشه چی؟ قصص. نحن نقص علیک احسن القصص. قصص یعنی چی؟ یعنی قصه گفتن، نه قصه ها. اگر قصص بود به فتح مصدره، اگر که قصص بود جمع قصه، پس اینجا الان قصص می شده نه قصصا، ای قصتن تطلو قصتن، قصه دنبال قصه. و قال ابن سکیت، ابن سکیت گفته خرج القوم به آیته، الان خرج القوم به آیه، آیه یعنی چی؟ ای به جماعته. بلن یده او برا اخو شیعن، خرج القوم به جماعت، یعنی چی؟ یعنی همشون رفتن، هیچ کسی دیگه جا نگذاشتن، همشون با هم رفتن. لم ید او برا اهم شیئن، هیچ دیگه جا نگذاشتن، همه رو بردن. و علا حضا بنابراین یکون معنی آیت من کتاب الله، وقتی میگیم یک آیه از قرآن، این یک آیه یعنی چی؟ یعنی جماعت و حروف داخلت علا معنی مخصوص، جماعت و حروف دالت، یه تعداد حروفی که دلالت میکنن بر یک معنی مخصوصی. خیلی، این راجبه کلمه آیه. و اما اولای که اصحاب النار، اصحاب یعنی چی؟ اصحاب جمع صاحب، صاحب یعنی قرین، همراه. و اصل صحبت المقارنت، و اصل صحبت هم به معنی مقارنه، همراهی. پس صاحب، صاحب یعنی هو الحاصل و معنی آخر مدتن، اون که با یه نفر مدتی همراه باشه. مثلا فرض این که الان خب تو اهل سنت این بحث خیلی خیلی بحث جدی ها، اگر کسی یه لحظه پیامبر رو دید صلی الله علیه و آله، البته صرفا دیدنم ملاک نیستم، دیدن با ایمان، اگر کسی مثلا کافری پیغمبر رو دید، این که صحابه نمیشه، اما اگر کسی ایمان به رسول خدا داشت و پیامبر رو دید، خیلی از اهل سنت گفته همین که یه لحظه ببینه اون دیگه میشه صحابی. اما بعضی هاشون هم مثل مشیعه ها میگوین که نه، یه لحظه دیدن کفایت نمی کنه، باید مدتی هم همراه رسول خدا باشه. الحاصل و مع آخرم مدتا، اونی که یه مدتی همراهی بود باشه. لانه او ازت شدم من او وقتم واحدم، یه کسی یه لحظه با پیغمبر همراه بود میشه صحابی. این لم یکن صاحب له، این صاحب او شخص نمیگوین، لیکن یقالو صاحب او وقتم من زمان ثم فارقه، کسی که یه لحظه با یکی همراه باشه میگم که یک لحظه همراه او بود، نمیگن خلاص صحابی. خیلی خوب، ان اعراب ترکیب آیه شریفه. و
والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا، اینش که روشنه، الذین مبتداست، حالا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. میگوید موز و اولئک یحتمل ثلاثه اوجه، این اولئک سه تا ترکیب داره. احدها ان یکون بدلا من الذین او عطف بیان، این اولئک یا بدل یا عطف بیان برای الذین باشه، بنابراین محلا می شود مرفوع. و اصحاب النار اولئک اصحاب النار، خود اصحاب النار هم بیان ان اولئک عطف بیان برای اولئک است، یعنی مثلا این اصحاب النار که مشارون الیه اولئک هست میشه عطف بیان برای اولئک. بلی، اگر که یه اسم اشاره داشتیم بعدش یه اسم دیگه اومد، اون اسم دومیه، اگر که بی الف فلان بود عطف بیانه، اما اگر که با الف فلان بود یا عطف بیانه یا بدله، یعنی تردید از بین این دوتا اسم اشاره آوردیم. مثلا بگوید هازا الرجل، او الرجل یا عطف بیانه یا بدله برای هازا، ولی اگر که بی الف فلان بود فقط عطف بیانه. بیانون ان اولئک مجروحون مجرا الوصف، یعنی عطف بیان است اما این وصفه، وصف چی بود توضیح میداد، اینم همونطوره. پس اینطوری شد الذین مبتدا اولئک عطف بیان یا بدل، اصحاب عطف بیان برای اولئک، بل خبرو هم فیها خالدون، هم فیها خالدون هم خبر برای چی؟ الذین. این ترکیب اول. بس ثانی، ترکیب دوم اینه که اولئک، اولئک ابتداعا و خبرن، ابتداعا و خبرن یعنی چی؟ یعنی این که اولئک مبتدا، اصحاب النار هم خبرش، بعد فی موضع الخبر الاول، یعنی چی؟ یعنی این که این مبتدا و خبر، خبر برای مبتدای اول، همون جمله سغرا کبرا. و ثالث، ترکیب سوم، ان یکون علا خبرین به منزلت خبرین واحدین. ببین یه مرتبه یه مبتدا میارن، بعد یه مبتدای دوم میارن، بعد یه خبر برای دومی، بعد این دوم با خبرش خبر اول، این میشه اون ترکیب دوم. یه مرتبه یه مبتدا میارن، بعدش یه خبر، دوباره بعدش یه خبر، بعدش یه خبر، یعنی خبرهای متعدد برای یک مبتدا. ان یکون علی خبرین به منزلت خبر واحد، یعنی چند تا خبره، اما چند تا خبر منزل یک خبر، که قولی که هازا قلب حامزون. بله، خبر بعد از خبر. بله، و اینا تو سویتی بودم، تو سویتی همین رو داشتم، همین رو. فانقیل، اگر کسی بگوید فلما دخلت الفاء فی موضع آخر، یعنی این همین آیه جای دیگه هست ولی اونجا خبر فا داره اما اینجا فا نداره، اگر بگوید چرا فا در جای دیگه داخل شده، مثل فاولائک لهم عذاب مهین، مثلا اون فاولائک خبر برای الذین است و فا داره تو آیه دیگه ها، فاولائک لهم عذاب مهین، این همین آیه است. بلم یدخل ها اونای، اما تو این آیه فا نداره اما اونجا فا داره، این اشکال. جوابش اینه که قلنا لأن ما دخل فیه الفا من خبر المزی و اخواتهی، اون جایی که فا سر خبر المزی و اخواتش در میاد، اون جاها مشبهون بالجزا، اونجا خبر شبیه جزاه، مثل شرط میمونه. و ما لم یکن فیه فا فهو علی اصل الخبر، اما اونجایی که فا نداره همون مبتدا خبریه. مثلا
این مثال، حالا این مثال در نظر بگیرید، به ازا قلت، وقتی شما بفرمایید مالی فهو لکه، وقتی میگوید مالی فهو لکه یعنی مال من مال شما، یا میگوید اون چه که مال منه مال شما، مهم مصول است یا مال. میگوید که وقتی میگوید مالی فهو لکه، این عربت ما به معنا الذی جازه، اگه این ما را الذی بگیرید جازه، جازه یعنی چی؟ یعنی اینجا فا میخواد و فا فاه مثل جزا در واقع خبر مبتدا است، یعنی ما مبتدا، لی جار مجرور متعلق به محذوف، فهو لک خبرش، ولی مثل معنای شرط داره که یعنی اگر چیزی مال منه مال شما. اینجا الان فا جازه، فا جازه، و این عرد طبیعی المال نمیاد شوز، اما اگه مالی یعنی مال من، بل اگر که مال من باشه اینجا دیگه فانه میخواد مالی لکه، نه اینکه مالی فهو لکه. تو قرآن هم یه آیه هست دا یحسبو ان ما لهو اخلده، یا یحسبو ان ما لهو اخلده، یا مثلا تو سوره یاسین با مالیه لا عبد ما لیه لا عبد الذی فطرنی، بازم جای دیگه هم هست غیر از این دوتا هست باز تو قرآن. نه دیگه نه بوده دیگه بله حالم که هست با نبودش برقی نداره، اینقدر غلط اینو رو. یعنی اصل اون همونو که توی ویرایش و حروف چینی کارو اوناستا، اینا معمولا اشتباه میشدیم. خیلی حالا یه چیزی هم از قدیم میگفتن در این باره، حالا خوب نیست اونو اینجا بگم زبط میشه. المعنا، معنای آیه شریفه، الذین کفروا یعنی الذین جحدوا، اونها که انکار میکنن، و کذبوا به آیاتنا تکذیب میکنن، ای دلالاتنا دلالت های ما رو تکذیب میکنن، و ما انزلنا علی الانبیا به اون چی که بر پیامبران علیهم السلام نازل کردیم تکذیب میکنند، اولای که اصحاب النار، اصحاب نارن یعنی چی؟ ای ملازمون لنار، همیشه ملازم با آتشند، هم فیها خالدون، آنان در اون آتش مخلدن، ای دائمون. گفتم ما علامه طباطبایی برمو چی؟ نکس تبیل ندائم. و فی هذه آیتو دلالتون، تو این آیه دلالت هست بر این که الا ان من مات مصرن الا کفری، هر کسی بمیرد و اصرار بر کفرش دارد و غیر تائب منه توبم نکند و کذب به آیات ربیهی تکذیبم بکنه به آیات خداوند، فهو مخلدون فی نار جهنم، مخلد در آتش. با آیات الله دلائله، تکذیب بکنه با آیات خدا یعنی تکذیب بکنه به دلائل. برهان لزمی میبینه میگه این که نشد برهان، دلیل ها را انکار میکنه. یا کتاب های الهی، المنزلت علی رسوله، که بر پیامبران نازل شده اند. بل آیت و مثل الحجت، آیت مثل دلیل است، بد دلاله یا مثل دلیل بودن. و این کان بینهما فرقون فل اصل، گرچه بین آیه و حجت حقیقتا فرق هست. مثلا میگوییم که دلالت و حاصل کلام کذا، این دلالت و حاصل کلام یعنی حجت این کلام، حجتش دلیلش، اما بلا یقال آیته، نمیگن آیه این کلام. پس یعنی کلمه آیت با کلمه دلالت و حجت یه مختصری تفاوت داره.
و من استدل به هذه الآیه، هر کس استدلال کنه بیایه بر اینکه عمل جباره قد یکون من الکفر، خود عمل جباره هم جزی از کفره، به قوله به کذبو به آیاتنا، یعنی کذبو به آیاتنا داره بیان میکنه کفر را. این میشه استدلال چی؟ استدلال خوارج. خوارج میگفتن کسی که مثلا فلان عمل را انجام ندهد کافره، دلیش همین است. بلذین کذبوا بآیاتنا، بلذین کفروا و کذبوا بآیاتنا، کفروا و کذبوا، اون به کذبوا عطف تفسیری کفروا کافرند شد. چرا کافرند؟ چون این کار را نمی کنند یا این کار را می کنند. خوارج هم همین رو گفته، این میخوایی کسی غیبت کرد کافره. من استدل به اینجور آیه اینطوری استدلال بکنه، فقوله یفسدو، حرفش نادرسته. به ان تکذیب نفسه و این لم یکن کفرن فهو دلالت علی الکفر. یعنی این تکذیب آیات خدا مثل سجده کردن برای بت، سجده برای بت خودش کفر نیست، بلی حاکی از کفره، نشانه کفره. کسی که بت را سجده میکنه معلوم میشه که اینو نعوذ بالله خدا میدونه و خدای متعال را. تکذیب گرچه خودش کفر نیست ولی فهوت دلالتون علال کفر، یعنی این کشف میشه از این تکذیب که این باطنن اعتقاد نداره به خدا. پس خود تکذیب کفر نیست، یک شفاعن الکفر، لأنه لا یقو الا من کافر، چون تکذیب واقع نمیشود مگر از آدمی که کافره. کسی که کافره تکذیب میکنه که سجود لشمس و غیرهی. این یه بحث خیلی مفصلیه سا، خیلی بحث مفصلیه، مثلا تو کتاب البیان آیت الله خویی اونجا هستا. سجده برای غیر خدای متعال کفر، سجده برای غیر خدا یا سجده برای غیر خدا حرامه، نه اینکه کفره، یا اینکه نه سجده اصلا هیچ، نه کفر نه حرام، فقط یک شفا از باطن این شخص که با این باطنش غیر خدا رو خدا گرفته. اینا فرق میکنه دا، خیلی نسمره، خیلی خیلی زیاد داره دا. حتی توی بحثی که الان اختلاف و دعواهای بین شیعه و وهابیت اینا سر همین چیز هست. فرض کنید وقتی مثلا یعقوب در برابر یوسف سجده میکنه، الان مثلا من و شما میتونیم در برابر پدرمون یا فرزندمون سجده کنیم یا نمیشه؟ و سجده برای غیر خدا کفره یا شرکه؟ خیلی حالی اونقدر این بحث داره دانه، من تو فرماشات و علماء آیت الله بروجردی رضوان الله علیه حرفی داره در این باره. اینا خیلی برو خلاصه ها، نظر مجموع بیان نظرشون اینه که سجده برای غیر خدا حرام است. اگر یه وقت دیدی کسی برای بت سجده کرد میگیم کافره، اما نه به خاطر سجدهش، به خاطر اینکه از سجدهش میفهمیم اعتقادش را، به لذا میگیم کافره. این بله همین دیگه. مثلا فرسون اگر حالی یک کسی یه شیعه یه جگیر افتاده، یه مسلمانی در میانه هندوها، اگر بت را سجده نکنه میکشندش. بعضی وقتا بعضی میگن که از اول عمرش تا حالا همیشه دیده اینجا بت هست و مردم بت احترام میکنه، اینو احترام میکنه، اما این نشانه کفر نیست چون اعتقاد نداره. اما اگر که نه، اما اعتقاد سجده کرد، سجده این کاشف از کفره.
میگم این حال خیلی بس مخادعیم. آیت الله جوادی آملیه فرمایشاتی داره، آی خویی یه نظرات دیگری داره، آیت الله سبحانی یه نظرات دیگری داره، اینا نظراشو فرق میکنه توی این موضوع. خیلی خوب، قوله تعالی آیه 40، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایایا فرحبون. آیتون القراءتو، القراءتو المشهوره اسرائیل، اسرائیل محموز لإسرائيل، إيل إيل محموز ممدود، إسراء ممدود مشبع، إسرائيل هم این همزش اشباع هم بشه، نه إسرائيل اینجوری نها، و خوب الفسیح، پس فسیح هم شد إسرائيل. بروی فشواز ان الحسن و زهری اسرائیل، اسرائیل همزه رو حذفش کنید با یا و لام، بلا همزن بلا مدن، نه اون همزه اسرائیل این ای نباشه مدم نداره، اسرائیل، اسرائیل. و عیسی بن عمر کذالک، آقای عیسی بن عمرم مثل این حسن و زهری، مثل اونا همینجوری قرائت کرده. بله آره دیگه، بله نه درست، و ان الاعمش به عیسی بن عمر کذالک، این دو نفرم مثل اون دو نفرم. خب این شد دو تا قرائت. قرائت سوم و حکیه ان الاخفش اسرائیل، اونا همزه رو حذف میکردن، ایشو همزه رو آورده یا او حذف کرده، حکیه ان الاخفش اسرائیل به حرف کسر همزه من غیر یائن، یا او نخونده. قرائت چهارم، چهارم و حکا قطرب اسراله، اسراله من غیر همزن بلا یائن، اسراله. اون شد چهار تا قرائت. قرائت پنجم و اسرا و اسرائین، اسرائین بنون، یعنی الف را حذف کرده، لام را هم حذف کرده، به جای لام نون آورده. قال ابو علی العرب اذا نطقت بالاعجمی خلطت فیه، عرب بعض وقتا عربی رو که میخونن که قاطی میکنند، حالا وقتی دیگه عجمی بخوان بکنن که دیگه الله اکبر. آقای ابو علی گفته عربا وقتی به عجمی بخوان تکلم بکنن خلطت فی، خلطت فی یعنی چی؟ اون کم و زیادش میکنه. بله و ان شده، این شعر رو شاهد آورده ها، هل تعرف دار لأم الخزرجی منها فزلت الیوم کل مزرجی، آیا میشناسی امروز خانه ام خزرج را؟ منها فزن تلیون کل مزرجی، از اون خانه امروز تو عین شراب، چجور نمی که شراب هم چون قلقل میکنه، یعنی تو هم خلاصه از کسی دلش داره میجوشه دار هی عجله میکنه، میگه تو میجوشه. الان تو این شعر شاهد سر اون کلمه آخریش هست، مزرج، میگه که یوریدو ان مزرجن، مزرجا مزرجن بوده، مزرجن هم یعنی خمر، من از زرجون، از کلمه زرجون. قال این آقای ابو علی،
قبل ولی گفته بنون فی زرجون اصلون، این کلمه زرجون نونش حرف اصلیه، کسین فی قربوس مثل سین تو قربوس. حالا عربا این کلمه زرجون که زبان مادریشونه این خراب تکلم میکنند، اونا که دیگه مادریشون هم نیست که دیگه بدتر. قرف ازاد جازن العرب ان تخلط فی ما هو لغتها، تو اونی که زبان مادریشه میتونه خلط بکنه و قاطی بکنه. فکیف فی ما لیس من لغتها، چیزی که دیگه عربی نباشه عجمی باشه، کیف به اون که اون دیگه بیشتر خرابش میکنه. بلزا اسرائیل را میگه اسرائیل، اسرائیل. خب این تمام شد راجع به بنی اسرائیل. بختیر تحریک الیا فی قوله نعمت یلتی انعمتو، اذکر نعمت یلتی، نعمتی التی یا ساکنه، ولی چرا یا او فتح دادن؟ یه اختیار شده تحریک یا تو نعمت یلتی انعمتو و یا او فتح دادن. لأنه لقیه ها الف البسل باللام، به خاطر اینکه بعد از اون نعمتی چی هست؟ الف باللام التی، ملاقات کرد با یا الف بسل، الف همون الف باللام التی. فلم یکن بد من اسقاطها او تحریکها، شما باید بگوید که یا ساکن، الف هم که هیچی بسمه، لام هم ساکن، التهای ساکنه، یا اینکه یا او بیندازید یا حرکت بدهید، چاره نیست از اثبات یا تحریک یا خاطر التهای ساکنه. فکانت تحریک اولا، بهترینه که بگویم نعمت یا، که یا او حسبش نکنیم، حرکت بدیم که یا او حسب نکنیم، چون اگه حرکت ندیم باید حسبش کنیم دیگه. لأنه ادل على الاصل، اگر من حرکت بدهم یا این میمونه، وقتی یا بمونه معلوم اصل کلمه یا داره، اصل کلمه یا داره دیگه، اما اگر یا او حسبش بکنم کسی نمیفهمه که نعمت التی یا نعمتی التی، نعمتی که یا نعمت من که اون نعمت بلا اون من رو معلومش. و اشکلا به ما یلحق النام فی الاستعناف، پس اینا گفتم که نعمتی به خاطر التقای ساکنه فتح دادیم، حالا میگه و اشکلا، این اشکلا یعنی اشکال میشود، اشکال میشود، خود این کلمه مشکل داره دا، خود این کلمه فارسی است، عرب نمیگه دا، ولی حالا دیگه بگیم بس توش کلمه بگیم حالا دیگه. و اشکال شده، اشکالش اینه که بما یلحق النام فی الاستعناف من فتح الف البسل به اسکان الیا، یعنی مثلا ما این همین را جای دیگه داریم، جای دیگه داریم که من فتح الف البسل به اسکان الیا، یعنی الان توی آیه که خوندیم گفتیم یا ساکن، ما بعدم ساکن فتح میدهیم، حالا بعض جا برعکس همین یاه رو ساکن میکنیم الف بسل رو الف قطعش میکنیم، اینجا یا و فتح دادیم اونجا الف و فتح میدیم. مثلا ببینید اون چی که ملحق میشه به لام استیناف من فتح الف البسل به اسکان الیا، یا او ساکن میکنیم، مثلا من قوله یا عبادی الذین اسرفوا، این همه آیه شده یا عبادی الذین، نمیگیم یا عبادی الذین اینجوری، نه یا عبادی الذین نمیگیم، میگوییم یا عبادی الذین اسرفوا،
ای الاسقاطو ها هنا اجبد. اسقاط بهتره که چی؟ بگوییم که نعمت اللتی، یا مثلا بگوییم که یا عباد اللذینه، یا بیاندازید، نه اینکه یا باشه و یا او حرکت بدهید یا الف را حرکت بدهید، اینا نه. ای الاسقاط و خاخونا اجبد، اسقاط یا، اسقاط یا بهتره. لأن من حق یا الاضافه، یا اضافه بود دیگه، یا متکلم بود، یا مضاف الیه بود دیگه، تو هر دو تا آیه ها وقتی یا اضافه از حقش چیه؟ الله تثبت فی النداء، یا عبادی ندای دیگه، یا بیاندازیدش، یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم. حق یا اضافه اینه که الله تثبت فی النداء، تو ندا نماند بیفته. به اذا لم تثبت، و وقتی که لم تثبت یعنی حسب شد، فلا طریق الا تحریکه ها، دیگه اصلا یایی نداریم که بخوایم حرکت بدیم، یایی نداریم که حرکت بدیم. خیلی خوب، اینا حرفایی که از دیگران بود. حالا صاحب مجموع بیان فرمید بل اختیار و فی قوله فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، که اون آیه شبیه همین دوتا آیه است دیگه، عبادی الذین، عبادی یا اضافه یا متکلم، و بعدش هم الف لام بسله. اختیار توی اون آیه حذف الیا، فبشر عباد الذین یستمعون القول، اینجا ندا هم نیست دیگه، ندا هم نیست. چرا اونجا یا اون میاندازن؟ لأنه رأس آیتین و رؤوس الآیه لا تثبت فیها الیا. آیه یعنی چی؟ آیه جمع آیه، آیه قبلا هم گفته بودم تفسیر طبری اسمش اینه، جامع البیان ان تعبیل آیه القرآن، ان تعبیل آیه القرآن، آیه یعنی آیات. در حال بینید اینجا فبشر عبادی الذینه، این عبادی شد آخر آیه، عبادی آخر آیه، الذینه قبل آیه بعدیه. میگوید که حذف یا به خاطر رأس آیه یعنی پایان آیه است. فبشر عباده، چرا عباده؟ چون آخر آیه است، آخر آیه هم یاش میفته. و رؤوس آیه، رؤوس آیه نه یعنی سر آیه، ته آیه هم رؤوس آیه است، ته آیه هم رؤوس آیه است. و رؤوس آیه، پس رؤوس آیه یعنی چی؟ یعنی ته آیه، ته آیه. لا تثبت فی الیا، یایش حسب میشه. لأنها فواصل، چون فبشر عباده این فواصله یعنی فاصله میفته اینجا با آیه بعدی، پایان آیه است. یلدا فیها الوقف، نیت اینه که چیه؟ وقفه، یعنی همیشه آخر آیه جای وقفه، نیت وقفه. کما گفت انزالک فی القوافی، اگه شما یه شعرم میخواید بخونید آخرش یا باشه، یا رو میاندازن یا رهاش میکنن، اینطوریه دیگه تو شعرم. کما یفعل ذلک فی القوافی، تو قافیه شعر هم یا او میاندازیم. تمام شد. و اجمعوا علی اسقاط الیاء من قوله فرحبونه آخر آیه، و ایای فرحبونه یا فرحبونه. میگوید اجمع او علا اسقاط الیا من قوله فرحبونه یا فرحبونه، یعنی فرحبونی یا متکلمو انداخته. الا ابن کثیر فانه اثبتها فی الوصل، ابن کثیر فی الوصل یعنی اگه که شما خواستید ادامه بدید آیه بعدی یا او میاره، دون الوقف، وقف نکنه، دون وصل کنه. بلی به نظر من صاحب مجموع البیان البج، یعنی صحیح به نظر من مجموع البیان البج، حذفها بجی این است که یا او حذفش کنی. لکراهیت الوقف علی یا،
به خاطر اینکه مکروه است، خوب نیست. وقف بر یا، یعنی آخر آیه باشه و بگوییم که به ایایه فرحبونی، خوب نیست. خیر، و فی کسر نونه دلالتون علی ذهاب الیا، فرحبونه یعنی فرحبونی، کسر دلالت نونه بر حذف یا. قبل من حالا تو این بس نگفته بودم، ولی تو درس فقه چند بار اینو چند بار گفته بودم که مجمع البیان تفسیر قرآن است اما نه رو قرائت حفص از عاصم. مجمع البیان تفسیر قرآن است رو قرائت ابوبکر بن عیاش. حتی گفتم که المیزان هم همینطور است، یعنی این قرآن با این قرائتی که ما در خدمتش هستیم اینو مجمع البیان تفسیر نمی کنه، قرائت ابوبکر این یه شاهدش است. الان اینجا خود آیه و ایای فرحبون چجوری را گذاشته بود؟ فرحبون نه، بلی الان خود مجمع البیان داره میگه فرحبون نه، درسته؟ از شما فرحبون نیست؟ فرحبون نه؟ نه، حالا از من که فرحبون است، آیه ها، تو آیه ها، تو آیه فرحبون است، بلی مجمع البیان فرحبون نه داره میگه. از شما چی؟ بله، نه اونجا که آره عبادی اللذی، نه اونجا اینطوری بله 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 عبادی اللذی ندیه، نه 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 اون شاهد نمیشه، این شاهد میشه، چون اونجا هم قرائت حفص از آسمان همون یا عباد یلزین اینطوریه. داره خب نه این که اینجا این تو متن آورده ها، این دارم میگم این تو متن قرآنی که اینجا مجموع بیان نقل کرده فرحبون نقل کرده. پس میگه الان این تفسیری که الان مجموع بیان میکنه با اون آیهی که نقل میکنه مطابق نیست. از اینجا شاهد رو باید پیدا کنیم که عرض کردم تو مجموع بیان خیلی هست و المیزان هم هست که یعنی اون آیهی که میارن با اون تفسیر یکی نیست. خیلی خوب، اللغتو یا بنی اسرائیل، بنی یعنی چی؟ میگه اللغه الابن والبلد و نسل و ذریه، ابن و بلد و نسل و ذریه متقاربت المعانی، همش قریب المعنا هستن. اما اما ابن لذکر، ابن بیشتر برای ذکر و البلد یقه و لذکره و الانسا بلد، هم به پسر میگن هم به دختر، و النسل و از ذریه یقه و لجمعی، پسر و دختر و نبه و نبیره و همشون رو میکن. و اصل ابن من البناء، ابن از بناه، بناء یعنی چی؟ به همه وضع و شی نهنشه، یه چیزی روی یه چیزی قرار بگیره. فل ابنو مبنیون علن اب، ابن مثل بناء روی اون پایه که پایم پدره، لأن الاب اصل، چون پدر می شود اصل، بل ابن فرع، ابن میشه فرع، بل بنوته مصدر الابن، بنوته، بنوته یعنی مثلا پسری فرزندی. خب چرا بنوته با واو؟ چرا با واو؟ میگه و این کان من الیا، ابن بنایه است، بنایه، ولی چرا مستر شده بنوه؟ میگه که کل فتوه مستر و الفتا، فتا میگه با یا اسا اما مستر شده فتوه با باب. خیلی، و تسنیتو فتیان، یعنی فتیان خود تسنیه شاهده اینه که اصل کلمه یاییه و
ولی مصدرش واویه، تسمیه شاهده همون یایی بودنه. خیلی خوب، این شد یا بنی. حالا بنی اسرائیل، اسرائیل یعنی چی؟ اسرائیل یعنی یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم، همون حضرت یعقوب هم میگن اسرائیل. و قیل اصله مضافون، اسرائیل دو تا کلمه است، مضاف مضاف الیه، لان اسر اسر معناه عبد و ایل هو الله بالعبرانیه. پس وقتی میگیم اسرائیل یعنی عبد خدا، فسار مثل عبدالله مثل عبدالله، و کذلک جبرائیل میکائیل، اینا همه اسم خداست. اون ایل هم مضاف الیه. خیلی خوب، یا بنی اسرائیل اذکرو، اذکرو یعنی چی؟ از ذکرو الحفظ لشی به ذکرهی، یه چیزی رو حفظ بکنید، به اینکه تکرارش بکنید، ذکرش کنید. و زدهو النسیان، زدش همیشه نسیان. و ذکرو جری و شیعه انا لسانک، ذکر یعنی که یه چیزی رو بر زبانتون جاری کنید. و ذکرو الشرف، گاهی هم ذکر، گاهی ها یه معنی دیگه ها، گاهی هم ذکر به معنی شرفه. مثلا فی قوله به انهو لذکر لکه ولی قومکه، این قرآن شرف شماست. انهو لذکر لکه ولی قومکه. به ذکر الکتاب، گاهی هم ذکر یعنی کتاب، الذی فیه تفصیل الدین، که شرح و توضیح دین در آن است. و کل کتاب من کتب الانبیاء ذکر، همونجور که قرآن ذکره، تورات و انجیل هم اونها هم ذکرند. و ذکر و صلات و دعا، گاهی کلمه ذکر به معنی دعا است، گاهی ذکر به معنی نمازه. مثلا بل ذکر الله اکبر، خدا برای شما صلات بفرسته، درود بفرسته. و فی الاثره، اثر یعنی چی؟ یعنی حالا مشیه ها این را فرق نمیده، مشیه معمولا کلمه حدیث و روایت، یعنی هر چیزی که از پیغمبر اکرم یا اهل بیت علیهم السلام نقل بشود، اینو هم حدیث بهش میگیم هم روایت میگیم. اگر ما گفتیم تفسیر معصور یعنی تفسیر روایی، اما سنی وقتی میگه که اثر، این نه حدیث نه روایته، بلکه کلماتی که از صحابه نقل شده یا تابعین، این رو میگه چی؟ اثر. یعنی الان اثر تفسیر معصور اونا با تفسیر معصور ما فرق میکنه، کمان که اونا بین حدیث و روایت ها فرق میگذارن. و فیلم اثر، نه هم در نظر سنی ها رو میگه. و فیل اثر، تو اثر، اثر این چیه؟ یعنی مثلا روی کلام، مثلا فرض کنید ابو هریره، کلام مثلا فرض کنید که سلمان، کلام ابو ذر، اینو میگه اثر. و فیل اثر کانت الانبیاء و ازا احزنهم امرون فزعو الذکر، اینو میگه اثر. یعنی کلام مثلا بگید کلام سلمان، انبیا وقتی یه چیزی ناراحتشون میکرد پناه میبردن به نماز، به نماز خوندن، ای الی الصلات، میرفتن یه نماز میخوندن. خب و اصل باب، یعنی کلمه ذکر، پس نماز شد، قرآن شد، تورات و انجیل، این همه ذکر دیگه. حالا میگه اصل باب، اصل باب ذکر، این کلمه ذکر اصلش التنبیه و علشه، ذکر یعنی تنبیه علشه. قال صاحب العین، آقای خلیل ابن احمد گفته است وفیتو به عهدک وفاء و اوفیتو، این قال صاحب العین برای اون چیز میارده، اوفو به عهدی، اوفو به عهدی کما، وفیتو به عهدک وفاء. اما یعنی چی؟ یعنی ثلاثی مجرد فصیح، وفیتو به عهدک وفاء، این فصیح، این حرفی که خلیل. و اوفیتو لغت و تهامه، قبیله تهامه اوفا هم میگویند،
پس الان توی آیه که فرموده اوفو لغت تهامه رو داره میفرماید، اوف به عهدکم لغت فصیح رو داره میفرماید. قال شاعر فی الجمع بین اللغتین، شاعر جمع بین دو تا لغت، هم ثلاثی مجرد که فصیحه هم اوفا که لغت تهامه است، گفته اما ابن اوفن فقط اوفا به ذمته کما وفا، کما وفا به فلاسن. بله چطور منم قلاس هست به پاورقی فلاس گفته، کما وفا به فلاسن یا به قلاسن چی؟ انج النجر یا نجد النجم که تا من نداره اینشون اصلا نداره، هادی ها. بینی هادی یعنی چی؟ هادی این بود کسی که شطورش میخواد آب بخوره و شطور کم آب میخوره، اینه میخواد بره بیابون آواز میخونن برای شطور، وقتی برش موسیقی بیزاری آواز بخونه شطور خیلی آب میخوره، بعد به حال میرن بیابون یه هفته ده روز مثلا شطور دی آب نمیخواد. پس هادی ها یعنی چی؟ یعنی اونی که موسیقی میخونه برای شطور که آب زیاد بخوره، این هادی. نجم به قرینه هادی، به قرینه هادی یعنی چی؟ یعنی شطور. فلاس یعنی بچه شطور، فلاس نجم بچه شطور. اما ابن اوف فقط اوفا به ذمته، ابن اوف وفا کرد به عهد خودش، بین اینجا الان اوفا کما وفا، اوفا شد لغت اتهامه، وفا شد اون لغت فصیح، همونطور که اون موسیقی خانه برای شطور اونم وفا کرد. یعنی بهی ادبران، قصد کرده به این فلاس و نجم، به این فلاس و نجم چی را قصد کرده؟ دبران رو. دبران هم به معنی ستاره است، به معنی ستاره ها، هم به معنی بچه شطور. و هوت تالی، تالی یعنی چی؟ یعنی کسی که مثلا چجور بچه شطور همیشه دنبال مادرش، از مادرش جدا نمیشه، تالی بیم یعنی همراه. دبرانم دو تا ستاره است، ولی یک ستاره بهش میگن به خاطر اینکه اون یکی همیشه با اینه، از هم جدا نمیشن. بله این رو هم تو نجشون بهشون میگن، مثلا بعضی ستاره ها سعدن، بعضی ستاره ها نحسن. یه وقت دو نفر داشتن معانقه میکردند، دو نفر داشتن معانقه میکردند، یکی گفت قران نحسین، دو تا ستاره که نحسن وقتی پلو همد، مثلا فرض کنید که مثلا عقرب با عیوق وقتی کنار هم باشن میگیم چی؟ قران نحسین. دو نفر داشتم معانقه میکنم گفت قرآن نحسینه. دو تا مثل آدم خوبم که باشم مثلا میگیم که قرآن سعدینه. خیلی خوب. اوفو به عهدی، عهد من یعنی چیه؟ بل عهد و البسیت، و عهد یعنی بسیت. بله درسته، نه درسته، بل عهد و الامر، وفا کنید به عهد من یعنی به دستورات من وفا کنید. بل عهد و البسیت، و بسیت هم سفارش، اونم هم یه نوع امر دیگه. خب و ایایا فرحبون بر رهبتو الخوف و زدوها الرغبتو، رهبت ایایا فرحبون یعنی از من خوف داشته باشی، زد خوف می شود رغبت در برابر شوق. و فی المسله رحبوتون خیرون من رحموت، ای لئن ترحب خیرون من ان ترحم.
در مثل هم گفتم که رحب بود خیر من رحم بود، یعنی چی رحب بود؟ فرحبون ها، فرحبون یعنی که بترسید بهتر از آن است که مورد ترحم باشید که وقت خودمونی میشید و فلان بکنه. آدم وقتی با یکی خودمونی شد سوار گردنش میشه، میگه که حالا نه بترسید بهتره که دیگه آدم خودشو لوس نکنه سوار گردنمون نشه، حریمشو نگه بدارد. بترسد که حریمشو نگه بداره بهتر از اینه که خودمونی بشه بهش ترحم بکنه اون دیگه سوارش میشه. خیلی خوب، میخواستم تا آخری آیه بخونم امروز، ولی خود دیگه نشد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.